شکر. همون گونه که مستظر هستید، هفته هاست درباره محبت نخستین صحبت میکنیم. امروز با توجه به اینکه مختصری قبلا نیز درباره اهمیت کلام خداوند و اینکه چرا واعظین کلام رو در کلیسا اعلام میکنن صحبت خواهم کرد، که به هیچ وجه واعظین در کلیسا هدف این رو ندارن که ایده خودشون رو و باور خودشون رو و تجربه خودشون رو، و حتی اگر ما تصور بکنیم که عزیزان در درجات عالیه روحانی همچون اسقف و دکترای الهیات قرار گرفتن، نمیخوان اون ایده خودشون رو به دیگرانی که توی کلیسا هستن تحمیل کنن، بلکه از تمام دانش و یافته‌هاشون سعی میکنن شیوه بهتری رو برای بیان و درک شنونده نیز اعلام کنن. و این هدفی هست که تمام واعظین دارن، تا بتونن پیام آزادی بخش و حیات بخش برای زندگی سالم و هدفمند رو برسونن، که همون گونه که عیسی خداوندمون در انجیل مسیح نیز اعلام میکنه. پولس رسول در اول قرنتیان 1:23 اعلام میکنه: ما به مسیح مصلوب وعظ میکنیم، آنچه را که در کلام خدا آمده، آنچه را که مسیح روی صلیب 2000 سال پیش نیز اعلام کرد. و در دوم قرنتیان 4:5-6 اعلام میکنه: زیرا به خیشتن موضع نمی کنم. اینو پولس رسول داره میگه و تمام واعظین در کلیساهای زنده و بیدار اعلام می کنن: زیرا به خیشتن موضع نمی کنیم، بلکه به مسیح عیسی خداوند، یعنی به محبت، به اون کاری که مسیح روی صلیب انجام داد. اما به خیشتن، حالا برمیگرده میگه اما منم یه سهمی دارم و سهم من اینه، به خیشتن که غلام شما هستم، که خادم شما هستم. شما دارید منو میبینید به عنوان خادم، باز دوباره اینجا موقعیت رو عوض میکنه، خادم شما هستم، غلام شما هستم به خاطر عیسی. یعنی من به خاطر عیسی مسیح هست که شماها رو خدمت میکنم. رسولان مسیح، واعظین، همه ما به خاطر مسیح. و چقدر زیباست که شما به خاطر مسیح میایید اینجا. آمین. چقدر زیباست روبن به خاطر مسیح خدمت میکنه و محبت میکنه. تمام خادمین، همه ما اینجا جمع میشیم به خاطر مسیح، به خاطر کاری رو که مسیح انجام داده. پولس ادامه میده: زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، چرا که قبلا خودش تو ظلمت بود، تو تاریکی بود، منم توی تاریکی بودم، تمام واعظین در یک روزی در تاریکی بودن و خدا اونها رو نجات داد، و شما نیز، همه ماها که نجات پیدا کردیم در تاریکی زندگی میکردیم. زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید. ما تجربه کردیم، ما چشیدیم، ما رسول رو تجربه نکردیم، ما فلان واعظ رو که بسیار سخنور هست توی آمریکا، میلیون ها انسان صحبتش رو گوش میکنن، رو تجربه نکردیم. ما در ابتدا مسیح رو چشیدیم. آمین. آیا مسیح رو نچشیدیم؟ آیا مسیح شما رو اینجا نیاورده؟ برای مسیح بایستیم همیشه. زیرا خدایی که گفت تا نور از ظلمت درخشید، همان است که در دلهای ما درخشید. تا نور معرفت، یعنی شناخت محبت خدا، درک درست محبت خدا، جلال خدا در چهره عیسی مسیح از ما بدرخشد. هللویا. از این به بعد ما هستیم، پس اینجا هستیم تا نام خداوند رو جلال بدیم. اینجا هستیم اگر حتی مثالی گفته میشه، تجربه گفته میشه، همه و همه به خاطر این هستش که ما بتونیم این عشق رو از کلام خدا بگیریم، این عشق رو از حضور مسیح که اینجا هست بگیریم، این عشق رو از روح القدس که کنار تو هستش، در تو هست، بگیریم. مسیح که داره میخرامه در بین تو نیز این عشق رو بگیری و با این عشق نیز ادامه بدیم و زندگی کنیم و ایمان داریم که خداوند نیز عمل خواهد کرد. چرا که این کلام چه کلامی هست؟ کلام خداست. آمین. مطابق مزمور 33:9 اعلام میکنه: خدا گفت و شد. وقتی که شما این کلام رو میخونی، قدرت داره که شما رو نسبت به آنچه که میخونید و میپذیرید تبدیل کنه، آرامش به تو بده، شادی به تو بده، قوت بهت بده، امید به تو بده، اقتدار و جرأت حرکت درست زندگی کردن رو بده. اما قدم اولش عشقه
فقط با عشق شروع کنیم و با عشق ادامه بدیم تا تأثیر کلام خدا در زندگی ما هویدا بشه. با زور نمیشه. ما درست هست نسبت به تعالیم مسیحیت چیست یه مقداری سخت میگیریم. علتش این هستش که این سختی لازم هستش. سختی این نیستش که دیکتاتوری و جبر باشه. سختی این هستش که برای کسایی که میل به دانستن دارند اونها را دیسیپلین کنیم تا بدونن چگونه باید در مسیح روش کنن و در این موقعیت نیز خودشون رو تعلیم بدن. پدری رو میکنه به پسرش و اعلام میکنه فردا امتحان داریم. من تا میرم سر کار و برمیگردم بیام ببینم که تو تمام درساتو خوندی و موفقم خواهی شد، مطمئن باشینا. ولی پسر هیچ میلی به خوندن درس نداشتش. همین که بابا میره خود فکر میکنه، میره در خونه دوستشو میزنه، به دوستش میگه ببین بابا منو مجبور کرده من درس بخونم، ولی بیا شیر یا خط میریم. خط اومد بریم فوتبال، شیر اومد بریم شطرنج بازی میکنیم، اما اگر رو لبه ایستاد میریم با هم درس بخونیم. چه مقدار امکان داره رو لبه بیسته؟ گاهی هستش که ما با خدا از این بازی ها میکنیم. خدا میگه با عشق بیا پیش من، با عشق بیا، با عشقی که تو میایی من تو رو عوض خواهم کرد و تو رو نیز برکت خواهم داد تا در اعتماد من زندگی کنیم. و این فرمولی هستش که کمک ما میکنه تا ما بتونیم در مسیر یک محبت خوب پایدار بیستیم نسبت به همسرمون، نسبت فرزندانمون، نسبت والدینمون، که از اونها بیاموزیم، بیاد بیاریم این کلام چی رو به یاد من میاره؟ محبت مسیح رو. آمین. پس باید محبت همدیگر رو به یاد بیاریم، محبت همکار رو، محبت همسایه رو، محبت همکلیسایی رو، که در این رابطه هستش که ما مسلماً به موقعیت‌های خوب زندگی میتونیم برسیم تا اون محبت نخستین برای ما تعریف داشته باشه. مسلماً اون تجربه اول یک ملاقات تازه رو دیگه ما نداریم، به نوعی دیگه خواهیم داشت. همون گونه که والدین وقتی که کودکان خودشون رو محبت میکنن، شاید با یه شکلاته، شاید با یه بستنیه، شاید بردن یه پارکه، ولی بعد از اینکه 17-18 سال میگذره، 20 سال میگذره، با پرداخت شهریه آنچنانی اونو راهی دانشگاه میکنن. یه شکلات کجا؟ 100,000 دلار خرج کردن برای اینکه بچهشون دکتر بشه چقدر فرق میکنه؟ مسلماً محبت معنوی اینجا بیشتر داره کار میکنه. این عشق موقعیتش رو بهتر قرار داده. اون احساس و اون هیجان نخواهد بود، اما اون عشق ادامه داره و در همین مسیر هستش که ما میتونیم دست همدیگر رو بگیریم، همدیگر رو یاری کنیم. بازم برای محبت اولیه به اون محبت نگاه کنیم، چرا که در اون محبت هدفی نهفته است. والدین فرزندان رو روی یک هدفی به این دنیا می آورند. خدا نیز ما رو بر اصل یک هدف آفریده و اگر نگاه درست من به هدف اصلی باشه، نگرش فکر من و اعمال من نیز مسلماً عوض خواهد شد. در کتاب ارمیا 31:3 میگه، اعلام میکنه: خداوند از جای دور به من ظاهر شد و گفت با محبت ازلی تو را دوست داشتم، از این جهت تو را به محبت جذب نمودم. اگر من این ایمان رو دارم که قبل از اینکه متولد بشم خدا عاشق من بوده، خدا منو دوست داشته، خدا برای من برنامه داشته، اگر من ایمان داشته باشم قبل از اینکه متولد بشم پدرم از قبل من گفته رسول، که حقیقتا این رو گفته بود، پدرم میدونست که من پسر هستم، که حقیقتا به مادرم گفته و اولین بچه پسره، اسمش هم رسول هست، و مسلما برنامه های دیگه هم داشته و با عشق منو به این جهان آورده، من لبریز از محبت و عشق خواهم شد. و اگر باور من برعکس این باشه، من شخصیتی هستم مهرطلب، چون که از محبت اولیه هرگز پر نشدم و خدا نخواست که ما مهرطلب باشیم. خداوند مهر و محبت رو در ما دهاد به توسط روح القدس و اون رو ثابت کرد روی صلیب مسیح. داوود پادشاه در مزمور 23 که فکر میکنم اکثرا باید حفظ باشیم، درسته؟ داوود میگه خداوند بشنوم شبان من است. داوود چون شبانی رو تجربه کرده بود،
و خوب میدونست یک شبان خوب دلسوز هست نسبت به گوسفندان خودش، این تشبیه رو استفاده میکنه، میگه خداوند شبان من است، یعنی حافظ من است، منو حفظ میکنه. اگر از گله دور بشم داره به من نگاه میکنه، نگاهش به من هستش. میگه خداوند شبان من است، محتاج به هیچ چیز نیستم. واو، میگه محتاج به هیچ چیز نیستم، به هیچ نیاز مالی، به هیچ نیاز معنوی، نیاز خودم رو برای اینکه یکی منو محبت کنه تا من بگم پر از شادی و آرامش و قوت شدم تا دیگری رو محبت کنم، من ندارم. اولین محبت من از خداست. داوود داره این رو میگه چون اون رو چشیده بوده. محتاج به هیچ کس نیستم، میگه مرا در مرتع‌های سبز، در جاهای آروم، جاهایی که نیاز من هست میبره. پس نیاز اصلی من اون هست. حالا اگه 4 نفر منم هول دادن، منو تهدید کردن، حرف بد زدن، تهمت به من زدن، دل منو شکستن، خدای من خدایه، بشنوم، قادر، توانا، محبت، عاشق، منو دوست داره، تمام نیکویا در خداست. آمین. وقتی که چنین خدایی خدای من هست، من نیاز به چه کسی دارم؟ پس نیاز من اول این خداست. و میگه به سوی آبهای آرام مرا هدایت میکنه، اجازه نمیده طوفان اونجا باشه، باد و طوفان، حتی مشکلات میاد، طوفان ها میاد، طوفان توی زندگی، طوفان های طبیعی، ولی من ایمان دارم که خدا با من است، من از محبت خدا پر میشم. حتی اگر از وادی مرگ نیز عبور کنم، از مسیرهای خطر، از صداهای منفی که ضد من هست، باعث مرگ من میشه، چه از پزشکان، چه از دیگران، چه از دنیا، من ایمان دارم عصای خداوند که روح القدس هست با من است، منو تسلی میده. میگه در برابر چشم آنانی که فکر میکنی دشمنانت هستن، از شیطان و لشکر شیطان گرفته تا بیخردانی که نمیدانند که مسیح روی صلیب گفت خدای پدر از آنان بگذر زیرا نمیدانند، در برابر چشم آنان سفره‌ای برای من میگستراند، به بهترین میگستراند. و میگه جام مرا لبریز میکند، یعنی اون شراب که آب نیست، شراب رو باید روی یک فرمول درستی رفت. و وای به حال، یعنی خوشا به حال کسی که خدا میزبان شرابش هست. چه شرابی میخوره؟ کهنه ترین شراب، بهترین شراب. میگه لبریز میکنه، میگه جام مرا لبریز میکنه، خسیس بازی از خودش در نمیاره، اون خدای سخاوت هست. و جلوی چشمان دشمنانم از من چنان پذیرایی میکنه که من حاضر نیستم هرگز خانه خدا رو رها کنم. آمین. میگه در خانه او من نیز زندگی خواهم کرد. پس موضوع یادآوری موضوع بسیار مهمی است. اگر داوود پادشاه به یاد محبت خدا میفته و وجودش پر از عشق میشه و چنین شعر زیبایی رو میگه در مزمور، اگر ما نیز به یاد محبت خدا، به یاد محبت‌های همدیگه بیفتیم، مسلم بدونیم که زندگی ما نیز در جایگاهی خواهد قرار گرفت که هرگز آنچرا که میخواد دلیل جدایی‌ها و دوری‌ها بشه نخواهد شد. چرا؟ چون من و شما زمانی که نیاز و حاجت خودمون رو گره میزنیم به هدف اصلی زندگیمون، حالا یا مهمه و یا مقدسه. هدفی دارید شما در بعد کار، ازدواج، رابطه های دوستیتون، آمدن به کلیسا. ما ایمانداران مطمئن هستیم که اهداف و نیاز و حاجت ما گاهی گره بخوره به هدف خلقت. آمین. اما اگر شما توی جایگاه دیگه ای هستید که اون رو مهم میدونید، اگر به اون هدف دوستی هاتون رو گره بزنید، هرگز آسیب نخواهید خورد، چون هدف رو پیگیری خواهید کرد. حالا این میتونه یک رابطه باشه در مسیر ازدواج، زن و شوهری، میتونه در مسیر کار، همکاران، مدیران، کارگران باشه، میتونه در مسیر تحصیل، معلمین، همکلاسی ها باشه، میتونه در محل سکونت، همسایگان باشه، کلیسا باشه، همکلیسایی ها، خادمین و کشیش باشه، و حتی مبارزه. شما ببینید متاسفانه افرادی که مبارزه سیاسی میکنن چقدر به راحتی میشکنن، جدا میشن از هم. چرا؟
چون هدف اصلی رو گویا فراموش میکنن. این یک مثال هست البته میزنم، نمیخوام ذهنیتمون رو توی سیاست ببریم. وقتی که ما هدف رو رها میکنیم توی خانواده ما چیکار میکنیم؟ اگر ما هدف کانون خانواده رو فراموش بکنیم مسلما نیز آسیب خواهیم خورد. باز از داوود پادشاه مزمور 63 6 الی 7 میخوام بگم. زمانی که دلت میشکنه، زمانی که ترس وجودتو میگیره، زمانی که نگران هستی، مانند داوود پادشاه عمل کنیم که اعلام میکنه شبها وقتی در بستر خود میروم. همه ما تجربه کردیم زمانی که نگران هستیم، خسته خاطر هستیم، میترسیم، میدونیم وقتی که میخواییم بریم بخوابیم درست تمام اون افکار میاد تو ذهن ما. All the praise to you, God, and we thank you for your presence, Lord. Hallelujah. We're here to sing Hosanna to the highest and most righteous God. As Paul writes in Romans 8:38, I'm convinced that there is not one thing, nor death nor life, nor the present, nor anything from the past, or anything to come that can separate us from your love. And we thank you for that, God. Hallelujah.
اصلا انگار موقعی که رفتیم بخوابیم این مغز ما مثل یه کارخونه شروع میکنه کار کردن نسبت به مسائلی که ما رو اذیت میکنه. ولی داوود پادشاه روش درست رو اینگونه میدونه، میگه شبها وقتی در بستر خود میروم تو را به یاد میآورم، کیو؟ خدا رو، و تمام شب درباره تو تفکر میکنم. داوود تو چه شرایطیه که میگه تمام شب؟ لذا قرار بود بخوابه ولی آرامش نداره، تمام شب درباره دشمنانش قرار بود فکر کنه، درباره اونهایی که اونو اذیت کردن، در موقعیت وضعیت مالی بدش، درباره اینکه بدنش مریضه باید فکر میکرده، درباره مشکلاتش قرار بود فکر کنه. اما میگه در تمام شب من به تو فکر میکردم زیرا تو مدد کار من بوده ای. بس به یاد داره میاره نیکویای او رو و در سایه بالهای تو سرود شادی میسرایم. تا بتونه این محبت رو با خدا داشته باشه، وقتی از محبت خدا پر میشه مسلماً میتونه در این مسیر دیگران رو محبت کنه. و از این رو یکی از ویژگی ها مهم یاداوری و محبت نخستین همین به یاد آوردن هستش، نسبت به خدا و نسبت به هدفی که خداوند برای ما داره. و اگر این گونه فکر کنیم مطمئن باشیم از ریاکاری دور هستیم. شما عاشق خدا هستی، از محبت خدا پر میشی. اگر اعلام میکنی به خواهر و برادری و خانوادت و همسرت و دوستت دوستت دارم، با تمام عشق داری میگی دوستت دارم، ریاکاری نمیکنی، وابستش نیستی، دلبستش هستی، دلی که مال خداست و به تو این برکت داده. در غیر این صورت حتی آنانی که اعلام میکنیم دوستشون داریم، عاشقشون هستیم، ناخودآگاه با اونها ریاکاری میکنیم. مردی رو میکنه به همسرش، میگه عزیزم تو دوباره این همه پارچه رفتی خریدی؟ آخه برای چی اینقدر پارچه میخری؟ گفت من گفتم که یه دو تا سه تا دونه دستمال برای تو درست کنم. گفت ولی این همه پارچه برای من میخوای یک دو تا دستمال؟ گفت خب در کنارشم یه دوستا پیرنم برای خودم بدوزم. این گونه فکر میکنیم، کاری رو میخوایم انجام بدیم، تصمیمی رو گرفتیم، اما از لول اصلی هدف دور شدیم. به جای اینکه به اون هدف نگاه کنیم، متاسفانه تو یک موقعیت دیگه خودمون رو قرار میدیم. هدف بسیار مهم است توی زندگیت، چه رابطت با همسرت، چه رابطت با دوستات، باید مدام به یاد بیاری. در کتاب حبقوق 2:2-3 اعلام میکنه، پس خداوند مرا جواب داد و گفت رویا را بنویس، عشقت رو اعلام کن، بنویس، فقط به یه حلقه اکتفا نکن، به عشقت بگو مدام دوستش دارم. وقتی که میبینیم عضو کلیسایی، عضو کلاست، کسایی که دوستان تو هستن مدتی نیستن، با محبت پیگیریشون کنیم، با محبت، توی پرانتز ببخشید، نه با فضولیو ببینم چی شده چه اتفاقی افتاده، نه، با محبت، با عشق پیگیریشون کنیم، کمکشون بکنیم. میگه پس خداوند مرا جواب داد و گفت رویا را بنویس و آن را بر لوحا چنان نقش نما که دونده بتواند آن را خواند، که دیگران نیز متوجه بشن. شما به چه هدفی وارد کلیسا میشید؟ کلیسا نمیایم شمع روشن کنیم، کلیسا نمیایم یه کمکی مالی بکنیم که بگیم خدا از ما خوشحال باشه. ما کلیسا میایم که کلیسا خانه بابای ما هستش، برادر رسول باشه نباشه، بابای ما اونجاست، عیسی مسیح اونجا هستش. من به محل کارم میرم چون من هدف دارم در محیط کارم. من به خانم میرم چرا که درک میکنم کانون خانواده چه معنایی داره در جامعه. حتی اگر زوجها فرزند ندارن، هرگز نباید تصور بکنن عدم فرزند نشانه این هستش که ناموفق بودن. زوجها، زن و مرد که کنار هم هستن، اون هدف رو دارن پیگیری میکنن و این نماد درستی است برای جامعه آینده و نسل آینده. زیرا که رویا هنوز برای وقت معین است. پس ناامید نشو برای اهدافت توی زندگیت، نگران نباش، ناراحت نباش. اگر هنوز موفق نشدی وقتش نبوده، به خدا اعتماد کن، وقتش خواهد شد.
تو موفق میشی، تو پیروز میشی، تو اقامتتو میگیری، تو ازدواج خواهی کرد، تو صاحب فرزند خواهی شد. این جزء برنامه خداست. برنامه خدا رو بگیر، دریافت کن. تو حرکت کردی؟ آمین. اگر حرکت کردی، آنچه را که برات نیکو بوده به خدا سپردی و اراده او رو میخوای، مطمئن باش که خدا به تو برکت خواهد داد و تو نیز موفق خواهی شد. و میگه به مقصد میشتابد و دروغ نمیگوید، اگرچه تأخیر نماید برایش منتظر باش، زیرا که البته خواهد آمد و درنگ نخواهد کرد. و این نوع رفتار ما نسبت به آنچه که حبقوق داره میگه یک ضرورتی هستش برای داشتن زندگی خوب. از این رو هستش که واژه‌ها و جملاتی همچون تولد، سالگرد ازدواج، تجلیل، تقدیر، یاد بود و گرامی داشت و بزرگ داشت میبینیم که در بین انسان‌ها مرسوم هستش و این نیز باعث تشویق میشه. این کمک میکنه که دوستی‌ها بیشتر پایدار باشه و در این دوستی بهتر جلو بریم. در غیر این صورت مسلم بدونیم که فراموشی میاد. عیسی مسیح وقتی رفت روی صلیب، قبل از اینکه بره روی صلیب، یه شب قبل از اون شاگردان رو صدا میکنه. صدایی هستش میاد، مال تلفن، تلفن رو هم ببندید، فکر میکنم این صدا میاد. بله، بس دیگه بریم قم دیگه، اونجا فکر نکنم صدا بیاد. عیسی مسیح، خب کلام خداوند مدام به طور خاص در کتاب تثنیه اگر نگاه کنید، خداوند به قوم خودش میگه فراموش نکنید، چون میدونه انسان زود فراموش میکنه، انسان زود فراموش میکنه. اما مسیح نیز اعلام میکنه آنچه را که قرار فردا انجام بشه داره به شاگردان میگه، میگه به یاد بیاورید. ما عشای ربانی رو برای همین انجام میدیم که شاگردان فراموش نکنن کاری رو که مسیح نیز انجام داد. در اول قرنتیان باب 11 25 الی 26 اعلام میکنه، همچنین پیاله را نیز بعد از شام، و گفت این پیاله عهد جدید است. پس داره هدف رو مشخص میکنه، در خون من هرگاه این را بنوشید به یادگاری من بکنید، زیرا هرگاه این را بخورید و این پیاله را بنوشید موت خداوند را ظاهر مینمایید تا هنگامی که باز آید، تا زمانی که مسیح میگه من خواهم. مسیح داره عشقش رو نشون میده. مسیح آنچه را که لازم هست رو داره اعلام میکنه که من انجام میدم، اما این من هستم که باید به یاد بیارم. در شاعری نیز اعلام میکنه، عاشقی را شرط تنها ناله و فریاد نیست، تا کسی از جان شیرین نگذرد فرهاد نیست. مسیح برای ما گذشت، مسیح ثابت کرد عشقش رو به ما، و اینکه من چگونه میتونم وجود خودم رو از عشق و محبت او پر کنم، این من هستم که میباید، نه حالت سمبولیک باشه که ما بگیم روزهای یک شنبه در ماه میاییم اینجا و عشای ربانی میگیریم و یه کار سنتی انجام میدیم. خیر، که ما این رو بیاموزیم تا عشق خودمون رو نسبت به مخاطبینمون نیز داشته باشیم، بتونیم با اونها در رابطه باشیم. حتی اگر تو مشکلات و سختی ها قرار میگیریم، به جای اینکه به جای به بدیهای اونها فکر کنیم که معمولا بدیها اواخر رابطه ها هست، به نیکویی های اونها فکر کنیم، به اهدافی که داشتیم برای این دوستی ها نیز فکر کنیم. و اونجا هستش که اگر به مسیح فکر کنیم، به رشادت او و عشق او فکر خواهیم کرد. به انجیل یوحنا 3:16 فکر خواهیم کرد که اعلام میکنه خدا آنقدر جهان را دوست داشت که یگانه پسر خود را داد تا هر کس که به اون ایمان بیاورد هلاک نشود و نجات یابد. شاعری اعلام میکنه، راه نجات من تویی، کل حیات من تویی، بی تو فنا میشوم، رمز ثبات من تویی، ای مظهر ایمان من، ای روح تو درمان من، من در جهان آوارم، ای نام تو سامان من، ای مرگ تو روی صلیب کفاره گناه من، تنها پناه من تویی، عیسای من، عیسای من. و ما وقتی که درک درست داریم، شعر برای مسیح میگیم، درک درست داریم با دیگران سخن میگیم از مسیح، درک درست داریم دیگه نمیخوایم حرفشو بزنیم، میخوایم مانند خود مسیح نیز زندگی کنیم و عشق رو اینگونه به دیگران اعلام کنیم. حالا سوالی که پیش میاد اینه، اگر
کسی دل من رو شکسته و باعث آزار من شده، من چگونه میتونم در اون زمان به یاد نیکویی های او بیفتم؟ چون همش جلوی چشم من بدی های اون هست، درسته؟ و خیلی سخته که به یاد نیکویی‌هاش بیفتیم. قبول دارید یا نه؟ یا نه، مثل شما اینجوری نیستید، فقط من اینجوری هستم، درسته؟ بله، اگر راه درستش رو بلد باشیم، مطمئن باشید میتونیم. زمانی مشکل هست این معما حل نشده، وقتی که معما حل میشه آسان میشه همه چیز، به راحتی میتونیم. کلام خداوند به ما داره این رو میآموزه، کلام خدا عشق رو میآموزه و روش پر شدن از عشق رو نیز به ما میآموزه که پری از روح القدس است. در کتاب سموئیل، اول سموئیل باب 2 و 3، ما با شخصی به نام حنا آشنا میشیم. حنا زن نازایی بود و میدانیم که در فرهنگ قوم اسرائیل و یهود این گونه بود که زن نازا رو بی برکتی در خانه میدانستن و معمولا کنیز اون خانواده به عنوان همسر دوم نیز انتخاب میشد و اون مرد به توسط اون کنیز صاحب فرزند میشد و برای حنا نیز چنین اتفاقی افتاده بود. اما مدام از طرف هووی خودش مسخره میشد و اونقدر این مسخره شدن و این تمسخر ادامه پیدا میکنه که هوو یک دفعه حنا منفجر میشه و میره در برابر هووی خودش میسته و به او فحاشی میکنه، درسته؟ بله؟ چقدر؟ بله؟ نه 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 بخونیم کلامو. نه، میگه حنا وقتی که این همه دشنام و بدیها رو شنید، نه پیش همسرش رفت قرقر کنه بگه ببین داره این هووی من چه کار میکنه، و میگه بلند شد رفت به سمت کجا؟ رفت به سمت معبد، رفت به سمت خانه خدا، و میگه رفت که رفت اونجا ایلیا، مرسی مرسی، رفت اونجا یه دست برای این خواهرمون بزنیم که اینقدر کلام خدا رو خوند. برابر، چقدر خوبه که ما این کلام رو. میگه رفت ایلیا صاحب در اصل از طرف خداوند خادم اونجا بود. شاید من بودم برای مشکلم اول میرفتم پیش ایلیا، مثل اینکه خیلی هستم وقتی وارد کلیسا میشن برای مشکلشون میان پیش من، لازم ما میگیم اول برید پیش خدا، ولی پیش ایلیا هم نرفت و میره در حضور خداوند، شروع میکنه از دل شکستش صحبت میکنه، از غمش صحبت میکنه. مسلما غر نمیزده، مسلما شکوه نمیکرده. میدونید چرا؟ چون میگه ایلی وقتی که او را دید تصور کرد و مسته. اون چه کار میکرده که تصور بر این کرده ایلی این مسته؟ حتما با شادی خدا رو میپرستیده، صورتش با خنده بوده، درست دلش پر از غم بوده، اما اجازه نداده، با بدی نرفته، با کینه نرفته، به یاد محبت خدا افتاده، میدانسته که خدای او خدای زنده است و کارهای خارق العاده انجام خواهد داد و میتونه به او فرزند بده، و میبینیم که خداوند به او سموئیل رو میده و به او فرزند میده. غر نزد، شکایت نکرد، غیبت نکرد، و راههایی رو که گاهی انسان‌ها برای اینکه بتونن خودشون رو نسبت به دیگران نشون بدن که بر حق هستن رو انجام نمیده و با کینه و نفرت نیز نرفت. باز شاعری میگه محبت ره به دل دادن صفای سینه میخواهد، به یاد دیگران بودن دل بی کینه میخواهد. ما نمیتونیم با دلی پر از درد و غم بگیم دیگران رو نیز دوست داریم. اما بریم با هم دیگه نامه رومیان، اگه میشه لامپا رو وسط روشن کنیم. زوجا جان خواهش میکنم لطفا نگاهی داشته باشیم به نامه رومیان 8:31-39 که نویسنده در رابطه با عشقی که ما از خدا میگیریم و این عشق رو می توانیم به دیگران بدیم، اول خودمون پر میشیم پر از سلامتی و به دیگران میدیم، روشش رو چگونه میدونه. ما گاهی شکایت میکنیم، غر میزنیم. میدونید چرا؟ چرا ما غر میزنیم؟ چرا ما شکایت میکنیم؟ کسی رو که دوستش داریم بهش غر میزنیم؟ یکی دو تا جواب بشنوم. دور از محبت خدا هستیم دیگه، از خدا زیاده میخواییم،
ناشکریم. میدونستید ما روش عشق ورزی رو بعضی موقع ها بلد نیستیم؟ من یادم موقعی که بچه بودیم بزرگای ما مثلا برفرض میخواستن به ما بگن چقدر دوست داریم، قربونت برم این دستش اینجوری مشت میکرد، یه بشکون از لپ ما میگرفت دردمونم میگرفت، قربونت برم. یا که پس گردن ما میزدن کجای دلم برا تنگ شده. روش و بلد نبودن. شاعری نیز اعلام میکنه نالیدن بلبل، لطفا به این شعر توجه کنیم، نالیدن بلبل ز نوآموزی عشق است، هرگز نشنیدم ز پروانه صدایی. اگر از عشق خدا پر هستی به ناله و شکوه گرفتار نخواهی شد. ولی بشنو این لطفا. پس به این چیزها چه گوییم؟ هرگاه خدا با ماست کیست به ضد ما؟ او که پسر خود را دریغ نداشت، بلکه او را در راه جمیع ما تسلیم نمود، چگونه با وی همه چیز را به ما نخواهد بخشید؟ آمین. پولس رسول این ادراک را پیدا کرده. پولس رسول با تحقیقاتش، با آگاهش نسبت به کلام خدا، با تجربهش، با خدمتش این را چشیده و تجربه کرده. خدا رو شکر برای تک تک شما وارد کلیسا میشید، به کلیسا میایید. اما راه‌های دیگه هم باید ادامه بدیم. شکل مسیح بشیم. بله. کیست که بر برگزیدگان خدا مدعی شود؟ آیا خدا که عادل کننده است؟ کیست که بر ایشان فتوا دهد؟ آیا مسیح که مرد بلکه نیز برخاست، آن که به دست راست خدا هم است و ما را نیز شفاعت میکند؟ کیست که ما را از محبت مسیح جدا سازد؟ هیچ کس نمیتونه ما را از محبت مسیح جدا. پس این جوکه. اگر شما بگید من به خاطر فلانی کلیسا نمیرم، او قابل درک نیست. کلام خدا رو خوب نمیدونه، عشق رو خوب نمیفهمه. نه فلانی این کار کرد، من دیگه کاری به مسیح ندارم، من افتادم توی وضعیت بدی دیگه، من اقامت نگرفتم نمیتونم دیگه با مسیح کاری ندارم، تموم شد. البته برعکسش هم هست، من اقامت کارت گرفتم با مسیح کاری ندارم، نموندم به کسی بر نخوره، بوده دیگه. بیش از 700 خورده ای تعمید دادیم کوشم. اون هفته خواهری اومد اینجا، نمیدونم الان در جمع ما هستش یا نه، اومد لطف کردش، اومد با هم سلام کرد، دفعه شروع کرد دستای منو بوسیدن و گفتم خواهش میکنم این کارو نکنید، و گفت آخه دختر من چند وقت پیش اومدم اینجا سرطان داشت و خوب شد. یادم رفته بود. میدونی چرا یادم رفته بود؟ به خاطر که ندیدم دیگه این خانوما. اینجا کسی وارد این کلیسا شده که نازا بوده، زن نازا بوده، براش نبوت شده، الان دوتا بچه داره، من دیگه ندیدمشون، فقط شنیدم، فقط تلفنی من گفتن، نیومدن به یاد بیارن کار خداوند رو. اینجا خانه خداست، اینجا خانه رسول و خادمین کلیسا نیست، اینجا خانه شماست، خانه بابای شماست، که بیاید تعلیم بگیرید، تقویت بشید برای این دنیا که این همه به هم ریخته است و در مسیر هلاکت است، شما جان تازه بگیرید. اما افسوس که حتی توی کلیسا هم گاهی ما حواسمون هنوز تو این دنیاست و گرفتار میشیم. بله بفهمید. آیا مصیبت یا دلتنگی یا جفا یا قحط یا میگه اینا هیچ کدوم نمیتونه ما رو از محبت مسیح دور کنه. بله. یا خطر یا شمشیر، چنان که مکتوب است که به خاطر تو تمام روز کشته و مثل گوسفندان ذبحی شمرده میشویم، بلکه در همه این امور از حد زیاده نصرت یافتیم به وسیله او که ما را محبت نمود. زیرا یقین میدانم که نه موت و نه حیات و نه فرشتگان و نه رؤسا و نه قدرت ها و نه چیزهای حال و نه چیزهای آینده و نه بلندی و نه پستی و نه هیچ مخلوق دیگر قدرت خواهد داشت که ما را از محبت خدا که در خداوند ما عیسی مسیح است جدا سازد. آمین. آمین. پس اگر غیر از این هست، من خوب درک نکردم چگونه محبت مسیح رو به یاد بیارم، محبت خدا رو به یاد بیارم، که مانند داوود پادشاه مزمور 23 رو بگم. خواهشم از شما عزیزان این هست، مزمور 23 رو حفظ کنید، خیلی کمکمون خواهد کرد. همون گونه که دعای ربانی رو نیز حفظ میکنیم، این به نفع ما هست، درش ثواب نیست، درش امنیته، درش آرامشه، درش برکت هستش. پس اگر ما بخوایم خیلی خلاصه به دو تا نکته بپردازیم، این هست که دل شکستگان باید نزد کی برن؟ نزد خدا برن در مرحله اول، تا بتونن شفا بگیرن و در حضور خدا بتونن از اون محبت اولیه نیز با
پر بشن. در مزمور 147 اعلام میکنه خدا شکست دلان را شفا میدهد و جراحت ایشان را نیز میبندد. یعنی کاملا توی سلامتی و شفا قرار میگیرن و اجازه نمیده که کینه و نفرت باعث آزار اونها بشه. ویکتور هوگو نیز میگه کینه و نفرت را به کسانی واگذارید که نمیتوانند محبت کنند، اما ما میتوانیم محبت کنیم. متاسفانه گاهی میبینیم هستن افرادی که در صورتی که انتظار و نیازها و آرزوهای دارن، اما همه آنچه را که به عنوان نیاز و حاجتشون میدونن نسبت به شرایط روز میدن و اونها را گره نمیزنن. همون گونه که عرض کردم، گره به هدف اصلی نمیزنن، هدف اصلی خلقت نمیزنن و در این صورت هست که از همه و از همه چیز انتظار دارند و عذر میخوام توی پرانتز، انتظارهای بی جا دارن. وقتی که انتظار اول من خدا نیست، از این به بعد من از دیگران انتظارهای بی جایی خواهم داشت، چرا که تصور میکنم دلایل بدبختی و مشکلات من اونها هستن. اونجا هستش که اولویت خواسته من که شکل خدا خواهد بود، که شکل خدا شدن هست، قربانی نیازها و حاجتهای کوچیک من خواهد شد و به من نیز آسیب میزنه. تصور بکنیم که شخصی کار جدیدی رو تو یک سرزمینی پیدا کرده، تو یک شهری پیدا کرده و راهی هست، اما در این مسیر باید 2 ساعت 3 ساعت توی اتوبوس باشه یا توی هواپیما باید باشه و به جای این که اندیشه و فکرش فقط اون شهر باشه و اون مرکز باشه و کارش باشه، ازدواجش باشه، موقعیت زندگیش باشه، فقط بیاد به نوع سرویسی که توی اتوبوس و توی اون هواپیما داره داده میشه، داره به اونها ایراد میگیره. این جهان رحمی بیش نیست. مشکلاتت چیه؟ چه چیزایی امروز تو رو ناراحت میکنه؟ چه چیزی باعث غمت میشه؟ باعث غم تو این هستش که طوفان داره میاد، سیل داره میاد، یا باعث غم تو این هستش که مردم دارن هلاک میشن و نمیتونن نجات پیدا کنن؟ علت غم ما به خاطر کشورمون ایران چیه؟ به خاطر این هستش که عده‌ای هستن حالا به عنوان آخوند و هر چیزی دارن حکومت میکنن و یا مردم ما که دارن با بیخبری ها هلاک میشن. قلب ما کجا را داره نگاه میکنه؟ هدف آرزوهای دل تو گره خورده کجاست؟ اگر گره خورده جایگاه درستی باشه، مسلم بدون آسیب نخواهی خورد. در غیر این صورت استرس و ترس و نگرانی زندگی ما رو از بین خواهد برد و تمام دوستی های ما رو از بین میبره، چه دوستی توی خانواده و چه دوستی در بین دوستان و چه در بین فامیل و حتی کلیسا و حتی افرادی که این گونه آسیب میخورن و انتظارهای بیجا دارن و چون درک درست از هدف خلقت ندارن، حتی میتونن به دیگران نیز آسیب بزنن، به دیگرانی که شاید بی تفاوت هستن، به دیگرانی که شاید فکر میکنن که زندگی همین هست و گاهی فکر میکنن آره یه عده بودن که اینها انتظارای بیجا داشتن. اینجوری البته فکر نمیکنم اون انتظارای بیجا داشت. چشمان ما رو باز کردن، همون که شیطان در باغ عدن به اشتباه چشم باز کرد. چه چشمی رو باز؟ چشمای روحانی آدم و حوا رو بست. پس نیاز تو، هر نیاز تو گره بزن به اون هدف اصلی که به خاطرش آفریده شدی، اما قبل از اون باید ما از اون هدف آگاهی داشته باشیم. در غیر این صورت متاسفانه سخنان عشق و محبت ما سخنان بحث و جدل خواهد شد، سخنانی خواهد شد که باعث تلخی میشه. فردوسی میگه ستیزه به جایی رساند سخن که ویران کند خانه های کهن. دوستی ها از بین میره، رابطه عشق زن و مرد از بین میره و هر آنچه که شما فکر میکنید که میتونسته یک زمانی برای شما خوب باشه و به جای اون متاسفانه بدبینی جاری میشه. شخصی میره توی دفتر بیمه که بیمه کنه خودشو، وقتی کارش تموم میشه مبلغ رو میپردازه، همین که میخواسته بیاد اون کارمند رو میکنه میگه امیدوارم هرگز از بیمه استفاده نکنی. اینم خیلی بهش بر میخوره، میگه منم امیدوارم هرگز از این پول خیر نبینی. وقتی درک درست نیست رابطه ما، این یک شوخیه، ولی حقیقتا این گونه خواهد شد. پس باید هدف رو بدونیم. میخوای عشقت پایدار باشه، هدف رو تو بشناس. برای ازدواجت، برای کارت، برای اینکه میخوای تو آمریکا برای چی اومدی؟
اگر با هدف درست زندگی کنی و اون رو گره بزنی به هدف اصلی خلقت و از محبت اون پر بشی، مطمئن باش هرگز آسیب نمیخوری. اما بریم با هم دیگه انجیل لوقا 10:38-42 رو داشته باشیم. آیا خسته هستین؟ از دست من که ناراحت نیستید. موزه طولانی شده ولی اینو تمام میکنیم با فیض خودم بتونیم ازش برکت بگیریم. انجیل لوقا 10:38-42. و هنگامی که می رفتند او را وارد بلدی شد و زنی که مرتا نام داشت او را به خانه خود پذیرفت. مریم و مرتا می دونیم که جزو دوستان مسیح بودن، خواهران الازر هستند و مریم همون کسی هستش که آن عطر گرانبها رو روی پاهای مسیح ریخت و حالا دعوتش کردن توی اون خونه رفته. مانند شما عزیزانی که الان اینجا هستید و خوشا به حال شما که سخنان مسیح را دارید گوش میکنید و خدا میخواد شما را برکت بده. بله. و او را خواهری مریم نام بود که نزد پاهای عیسی نشسته کلام او را میشنید. اما آیا مرتا... نزد پاهای مسیح نشستید؟ اگه نزد پاهای مسیح الان نشستی داری از محبت مسیح پر میشی. یعنی به خودت میگه واو، امروز، دیروز، اون روز من واقعا چه اشتباهاتی کردم، من چه انتظارهای بیجایی داشتم از همسرم، از بچم، خداوند الان توبه میکنم و به من قوت رو بده که از این به بعد در راستی باشم، چون نه رسول بلکه مسیح به توسط روح القدس با تو صحبت کرده. تا زمانی که ما به اشتباهات خودمون توبه نکنیم عزیزان و در این مسیر ثمره نده این توبه ما، زندگی ما هنوز تو اون مشکلات و سختی ها هست. بله. اما مرتا به جهت زیادتی خدمت مضطرب بود. پس نزدیک آمده گفت ای خداوند، آیا تو را باکی نیست که خواهرم؟ خیلی ممنون. مریم نشسته نزد پاهای عیسی مسیح و مرتا کار خوبی میکنه. هر دو کار خوبی میکنه. اونم داره خدمت میکنه. برادر عزیزم یاسر جان داره خداوند رو خدمت میکنه. پرویز داره خدمت میکنه. بچه همون پشت دارن خدمت میکنن، مهشاد جان و کسایی که هستن همه دارن خدا رو خدمت میکنن. آیا فقط خدمت این هست که ما گوش کنیم؟ خیر، اونها هم خدمت میکنن، شما هم دارید خدمت میکنید خداوندو. هر دو کار خوب دارن انجام میدن، اما مرتا یه جور دیگه داره خدمت میکنه، یک اندیشه دیگه ای داره و با این روش نمیشه در رابطه با محبت نخستین عمل کرد. بله. آیا تو را باکی نیست که خواهرم مرا واگذارد که تنها خدمت کنم؟ حتی داره مسیح رو نیز محکوم میکنه. عیسی مسیح کجا هستی؟ شما ببینید رسول چه کشیش، رسول چه کار میکنه، اون خادم چه کار داره میکنه، اونا دارن چه کار میکنه، کجا هستی؟ جواب اینا رو بدی. هستش یا نیست؟ باور کن هست این چیزا. حالا من خودم رو مثال میزنم، همیشه بوده چنین چیزایی. به موسی هم گفتن موسا خدایا کجا هستی؟ این موسا ما رو میخواد از مصر رو برده اونجا یه نون و پیاز میخوردیم، میخواد ما رو اینجا فلانجا بره ما رو بکشه. و شروع کردن 10 از رهبرای موسا موسا رو سنگسار کردن. خب بوده دیگه چنین چیزی دیگه. بله. او را بفرما تا مرا یاری کند. عیسی در جواب وی گفت ای مرتا، تو در چیزهای بسیار اندیشه و استراب داری. یعنی در اولویت ها نیست، یعنی تو در نیازها کم اهمیت هست داری فوکوستو گذاشتی. موضوع اینه که خدا روی زمین اومده، خدا توی خونه تو اومده، خدا داره صحبت میکنه با تو، ولی تو فکرت اینه که خسته شدی، آبرود داره میره، به اون چایی نرسید، اونو خوراک ندادم، وای الان فلانی از دست من ناراحت میشه، و هویت و ماهیت اصلیمون رو از دست دادیم، اولویت اصلیمون رو از دست دادیم. بله. لکن یک چیز لازم است و مریم آن را نصیب خوب را اختیار کرد که نصیب خوب را انتخاب شد. جان یه بار دیگه. لکن یک چیز لازم است و مریم آن نصیب خوب را اختیار کرده است که از او گرفته نخواهد شد. از او گرفته نخواهد شد، چون مریم یاد گرفته بوده که کلام خدا گفت و شد، میخواد مثل کلام خدا زندگی کنه، با کلام خدا بازی نمیخواد بکنه. من اون هفته خدمتتون عرض کردم، این هفته که میاد در این رابطه بیشتر صحبت خواهیم کرد، درباره محبت و راستی، رحمت و راستی و روبروش عدالت. محبت میکنی کار خوبی میکنی، اما اگر در راستی نیست آسیب هم خودت میخوری هم دیگران میخورن. چند بار شده خود ماها شاید گفتیم به فلانی چقدر محبت کردیم، چقدر کار خوب، بعد چی شد؟ بعد چرا من برکت نگرفتم؟ عذر میخوام، محبتت و رحمتت تحت اراده خدا نبوده، در راستی نبوده. در غیر این صورت باید بگیم کلام خدا دروغ میگه.
اگر ما مطابق اراده خدا عمل کنیم برکت خواهیم گرفت. سختی و مشکلات و تهمت هم هست، اما برکت توی زندگی ما میاد. اگه کلام خداوند اعلام میکنه ایمانداران با ایمانداران ازدواج کنن، در غیر این صورت آسیب میخورن، 100% آسیب میخورن، شکی درش نیست، 100% آسیب میخورن. همین چند روز پیش عزیزی از ایران با ما تماس گرفت که وقتی گذاشته بوده مدتی با شخصی که ایماندار نبود و بعدم موفق نشدن، خوشبختانه فکر میکنم بهتر بگم، چون بعدن بیشتر آسیب میخوردن. نه اینکه فکر کنیم بی ایمان ها نجس هستن، هرگز. امروز تمام کانسل پیشنهاد میده که میگه اعلام میکنه بهتر از تو با هم باور خودت زندگی کنی، چون سر تمام موضوعات تو به مشکلات پیدا خواهی رسید. حتی ایماندار با ایماندار ازدواج میکنه مشکل داره، وای به حال اون موقعی که ایماندار با یک بی ایمان ازدواج میکنه. اگر درک درست از کلام خدا داشته باشیم، زندگی خودمون رو در مسیر عشق و سلامتی قرار دادیم. اگه کلام خداوند اعلام میکنه دختر و پسرها همدیگر رو بشناسن و تحت پوشش که مشاور درست جلو برن و زندگی نامشروع نداشته باشن، اگر داشته باشن هر دو دیپرشن میگیرن بعد از جدایی و افسرده خواهند شد. گناه ثمره خوبی نمیده. پس کلام خداوند به ما میآموزه در راستی بایستیم، در رحمت بایستیم، در محبت بایستیم، تا جواب اون عدالت خداوند در زندگی ما باشه که باعث برکت خواهد بود. و این گونه هستش که هرگز محبت اصلی از زندگی ما، مطمئن باشید، دور نخواهد شد. بریم با هم دیگه آخرین آیه، همونه که عرض کردم، ما بروشور امروز نمیدیم، اما آخرین آیه رو داشته باشیم، مکاشفه یوحنا 2:2-5. می دانم اعمال تو را و مشقت و صبر تو و این که متحمل اشرار نمی توانی شد. مسیح داره به یه کلیسا میگه، میگه غیرت تو می دونم، غیرت تو می دونم، عشق تو می دونم به انجیل من، به بشارت دادن، اما یه جا میلنگه، یه جا داره میلنگه. این لنگیدن به خاطر اینه که انقدر مشغول خدمت شده اون کلیسا، یادش رفته از خدا محبت رو بگیره، محبت در راستی رو به دیگران بده. بله. و آنانی را که خود را رسولان میخوانند و نیستند آزمودی و ایشان را دروغگو یافتی و صبر داری و به خاطر اسم من تحمل کردی و خسته نگشتی. لکن بحثی بر تو دارم که محبت نخستین خود را ترک کرده ای. پس به خاطر آر که از کجا افتاده ای و توبه کن و اعمال نخست را به عمل آور، و الا به زودی نزد تو می آیم و چراغدانت را از مکانش نقل می کنم. آمین. اگر توبه نکنی. آمین. می توانیم برای این کلام دست بزنیم؟ میگه اگر توبه نکنی. عزیزان، همه ما اشتباهاتی کردیم، همه ما گناهانی کردیم. من روزی نیستش که به گناه اون روز خودم فکر نکنم. اون روزم گناه کردم. یعنی شب که میخوام در حضور خدا برم، وقتی فکر میکنم میگم واو، دوباره پینوکیو شدیم. یعنی مثل پینوکیو دوباره اشتباهات گناه میکنیم. ولی تا زمانی که خداوند این فیض ما داده، ما میتونیم در حضور خدا به راحتی بریم توبه کنیم. زمانی ما زندگی روحانیمون آسیب میخوره که نپذیریم گناه خودمون رو. اگر به اون جایگاه رسیدیم که متوجه اشتباه و گناه شدیم، لازم هست که توبه کنیم. آمین.